السلام علیک یا ابا عبدالله. یاران سید الشهدا همجوری خودش فرمود استثنایی بودن، از وجود مقدس قمر بنی هاشم گرفته تا اون سیاه حبشی جون، این آزاد کرده ابوذر بود، یه فرد حبشی آفریقایی بود که خدمتکار ابوذر بود. بعد ابوذر او رو گفت که خدمت امام مجتبی باش، در خونه امام مجتبی بود. بعد که حضرت شهید شد اومد با امام حسین بود، سالها تو خونه امام حسین بود، پیر بود، از حبیب ابن مظاهر هم سنش بیشتر بود، حبیب 75 سالش بود، این شاید بیشتر از او هم بود. بچه های امام حسین بهش عمو میگفتن. این تو سفری که ابا عبدالله به سمت کوفه و بعد کربلا داشت، کارهای خدماتی انجام میداد دیگه، بچه ها رو گاهی موقع ها مثلا آروم میکرد، فرض کنید حالا سرگرمشون میکرد. روز عاشورا که شد امام حسین علیه السلام نگاهش کرد، این پیرمرد سیاه چرده‌ایه به هر حال آفریقایی که سالها در خونه اهل بیت خدمت کرده و خدمت گذار بوده، حالا الان روز عاشورا وقت جنگ این اینجا الان هستش. ابو عبدالله علیه السلام بهش فرمود فلانی تا اینجاها قرار نبود با ما باشی، برو برو. یه مرتبه شروع کرد اشک ریخته، گویا سید الشهدا من میدونم من سیاهم، به درد شما نمیخورم، من کجا، قمر بنی هاشم کجا، من کجا، علی اکبرت کجا، من کجا که خونم قاطی این خونهای پاک بشه، من یه سیاهی هستم که حسب و نسبم مشهور نیست، شما مادرت زهراست، پدرت علیه، هیچی من به شما نمیخوره، من بدبو هستم، شما معطر هستی. اما آقا نپذیر که فقط من یار زمان خوشیهای شما باشم و تو ناخوشیها تنهاتون بگذارم. شروع کرد التماس کردن. امام حسین علیه السلام که دید این آدم این شکلی با غیرت و مردانگی وایستاده، حضرت فرمود که اگر میخوای شما هم به جنگی به جنگ. پیرمرد این وقتی رفت به سمت میدان، همونجور که پشت سر علی اکبرش امام حسین بلند گریه کرد، امام حسین چند جا تو کربلا بلند گریه کرد، یکیش اینجاست پشت سر این غلام سیاه بلند گریه کرد. وقتی رفت این جنگید، خب لطمه خورد، افتاد زمین، خون جلو چشمش رو چشمش گرفته بود دیگه، نفسهای آخرش بود، دید صورتش گرم شد، دید صورتش گرم شد، توجه کرد دید امام حسین اومده صورت به صورتش گذاشته. اون لحظه آخر همون کاری که با علی اکبرش کرد با این کرد، این میخواست بال در بیاره، یعنی اولا خجالت کشید که امام حسین اومده اینجوری بهش ملاتفت کرده، ثانیاً افتخار و خوشحالیش که لحظه آخر ابو عبدالله اینجوری باهاش رفتار کرد. جمله آخرش این بود که و من مثلی، مثل من تو این عالم کیه، و من مثلی، و بعد شهید شد. تو تواریخ می‌نویسن بوی عطری، چون امام حسین وقتی که این سیاه داشت به سمت میدان میرفت، ابو عبدالله براش دعا کرد، فرمود خدایا صورتش رو سفید کن، رو سفیدش کن، خدایا معطرش کن، خدایا وحشره مع محمد و آل محمد. پیکرها که افتاده بود، با اینکه همه پیکرها مقدس و پاک بودن، اما چون امام حسین برای این خصوصی دعا کرده بود که خدایا معطرش بکن، آنچنان بوی عطری از همین غلام سیاه حبشی آفریقایی می اومد